از عرش تا فرش. نگاهی علمی به جهان هستی. همنشینی با فیزیکدانان، فلسفه اندیشان و پژوهشگران. برنامه از رادیو تلویزیون مانی. با درود به بینندگان عزیز و جناب مانی، در این جلسه بنده مسعود عسکری هستم، در خدمت شما هستم در رابطه با گفتار ادامه گفتاری که در مورد تفکر سوفسطائی در جلسه قبل شروع کردیم ادامه میدم. قبلا که حضورتون گفته شد که سوفسطائیان در دوره پیش از سقراط، کمی پیش از سقراط ادامه یا شروع کردن و در تا آخر به اصطلاح فوت افلاطون در یونان حضور داشتند. آنها بعد از یونان باستان تا امروز به طریقی همه جا هستند، در اروپا هستند، در شهرهای اروپا، در شهرهای آمریکا و در همین لس آنجلس ما هم حضور دارن. این رو به این علت میگم که تفکر سوفسطائی تفکری است که ماندگار است، ماندگار شده و ماندگاریش به علت غنای فکری یا اصطلاح پرباری تفکرش نبوده. تأسف همینجاست که علتی که در ابتدا اینها در مقابل دیگر فیلسوفان پیش‌سقراطی قبل از سقراط آمدند، اینها آمدند سوفسطائیان به رهبری یا با بنیانگذاری پروتاگوراس، اولین سوفسطائی، و آمدند انسان رو وارد فلسفه کردند. تا قبل از آنها ببخشید فیلسوفان پیثاغوراسی کاری به اصطلاح رفتار و به اصطلاح فنومنولوژی به اصطلاح رفتار انسان نداشتند. در به وسیله سوفسطائیان اینها آمدند و گفتند که این گفته بسیار معروف پروتاگوراس بود که انسان ملاک همه چیز است. با این حرف در حقیقت تمام فلسفه های سعی کردن تمام فلسفه های پیش از خود رو به اصطلاح بیفایده نشون بدن. دلیلش هم اون بود، این است که اگر ملاک انسان باشد و ما فقط و فقط از طریق آنچه که میفهمیم به واقعیت و حقیقت برسیم، پس بنابراین هیچ فکر و ایده مطلوبی در کار نخواهد بود. خب با این کار، با این حرف، اینها تونستن خودشون رو جا بندازن و امروز هم و بعد از خودشون هم به اصطلاح آنهایی آمدن که راه سوفسطائیان رو ادامه دادن. و کار عمده سوفسطائیان این بود که اینها هنر سخنوری، نطاقی و بلاغت رو، اون چیزی که
میگیم بهش در عربی، آمدند و مد روز کردند. در اینجا ما به دو محاوره مکالمه افلاطون درباره سوفسطائیان بنده اینجا میپردازم به طور بسیار خلاصه. افلاطون کلن سه، عرض کنم چهار کتاب داره، یا میشه گفت رساله داره در مورد سوفسطائیان، که دو تاش به اسم این دو نفر اول سلسله سوفسطائیان هست، پروتاگوراس و دیگری گورگیاس. در قسمت اول من یک اشاره‌ای به همین محاوره افلاطون در پروتاگوراس میکنم. این کتاب پروتاگوراس به اسم، یعنی رساله افلاطون، عنوانش همون رساله اول، نام اول سوفسطائیان است. در این کتاب اتفاق خیلی جالبه، صبح زود جوانی به اسم هیپوکراتس، یا همون که ما میگیم بقراط پزشک، که تا امروز هم موقعی که در دانشگاه ها میخواهن فارغ التحصیلان پزشکی سوگند یاد بکنن، به اسم سوگند هیپوکراتس یا بقراط اون سوگند رو یاد میکنن. این جوانی است که به اصطلاح خیلی هم علاقه به سقراط داشته و صبح زود در خونه سقراط رو میکوبه که چیست. میگه بلند شو که خبردار شدم پروتاگوراس، اون دانای دانایان در شهر است، بلند شو منو به پهلوی پروتاگوراس ببر. سقراط در ابتدا به هیپوکراتس یا بقراط هشدار میده، میگه که به هوش باش که سوفسطائیان خطرناکند و این گفته های آنها به عمق روح انسان میرود و انسان را فاسد میکند. باز ادامه میده سقراط به صحبتش با هیپوکراتس که خیلی علاقمنده و اصرار داره که بریم پهلوی پروتاگوراس، میگه که من به تو میگم خریدن دانش، حالا این صحبت سقراط، خریدن دانش از یک سوفسطائی مانند خرید با خار و بار از یک فروشگاه نیست. این رو میخواد منصرف بکنه، یا اینکه میخواد در ابتدا بهش هشدار بده، به پروتاگوراس در این محاوره ببخشید هشدار بده به هیپوکراتس سقراط که حواست باشه که این در این مکالمه ای که ما خواهیم داشت این سوفسطائی ممکنه به عقل تو به خلاصه باز عقب نشینی نمی کنه هیپوکراتس. سقراط باز ادامه میده یک قسمتی از تقریبا یک سوم این محاوره یا مکالمه افلاطون در پروتاگوراس این است که با صحبتی که سقراط به هیپوکراتس میکنه، در حقیقت سقراط داره توضیحی میده به خواننده، در حقیقت افلاطون هست، چون ما محض اطلاع که حتما میدونید سقراط اون شخصیتی است که افلاطون به ما معرفی کرده، یعنی خود سقراط هیچ نوشته ای نداشته که از خودش به جا بذاره و سقراط رو شاگردش
شاگرد ممتازش، شاگرد مبصر سر کلاسش به اصطلاح افلاطون هست که در مورد سقراط و اون شخصیتی که حتی بسیاری معتقدند که افلاطون در حقیقت در کتابهای خودش بیشتر اون سقراطی رو معرفی میکنه که منظور خودش هست، بیشتر نه تماما. این خیلی مهمه. خب در اینجا هم افلاطون میخواد توضیح بده، شرح بده که سوفسطائیان دارای چه نقطه ضعف ها و چه عیوبی هستند، در حالی که در داشتن همه عیوب اما در فن سخنوری و نطاقی و بلاغت، همانطوری که امروز هم سوفسطائیان قرن 21 ما هم حضور دارن و همین به اصطلاح شیوه رو به کار میبرند، اونم همون موقع به این واقف بود و میخواست این شیوه سوفسطائی رو معرفی بکنه. خب این در یک سومی کتاب به هیپوکراتس میگه که هوشیار باش، این ممکنه اینا در اونجا من تو رو ببرم گول میزنه به تو و گول این گفته های پروتاگورس رو نخور. صحبت این به اصطلاح نمایشنامه است به طریق سقراط هست و چندین نفر دیگه در این گفتگو، یعنی بعد بالاخره سقراط هیپوکراتس رو میبره به منزلی که پروتاگوراس بوده و در اونجا به اصطلاح چند نفر در اونجا بودن همراه پروتاگوراس و سقراط و هیپوکراتس هم وارد میشن. این محاوره پروتاگوراس افلاطون در منزل یکی از سیاستمداران و اریستوکرات های معروف آتن قرن پنجم قبل از میلاد به نام کالیاس از اطلاعتون به اصطلاح معروف به اولین سیاست مدار مغرب زمین بوده، اولین سیاست مدار یونان باستان بود و اولین سیاست مدار یونان مغرب زمین شناخته میشه. دلیلش هم این است که بعد از جنگ 50 ساله‌ای که هخامنشیان با دولت شهرهای یونان به رهبری آتن داشتند که از زمان داریوش شروع شد و به خشایارشاه هم ادامه یافت و بعد از خودش شاپور اول فکر کنم ادامه داشت و 50 سال اینها جنگیدن که به جنگ های ایران و یونان معروف است. بعد از 50 سال جنگ کالیاس فردی بود، این سیاستمداری که الان این مکالمه افلاطون در منزلش انجام میگیره، اینا رو من سایدلاین دارم خدمتتون میگم، در منزلی انجام میگیره. این فردی هست که صلحنامه بین، یعنی صلحنامه متارکه جنگ رو بین هخامنشیان و دولت شهرهای آتن رو نوشت و
به اصطلاح نگوشیت کرد به قول معروف و با یک رفتن به طرف هخامنشیان و آمدن به یونان و غیره، این صلح‌نامه رو بالاخره به امضا رسوند و جنگ 50 ساله ایران و یونان خاتمه یافت. به همین دلیل این صلح‌نامه رو بهش میگن صلح‌نامه کالیاس. و در اینجا لازم است، حالا که صحبت جنگ های ایران و یونان بنده عرض در موردش اشاره کردم، بنده با کمال تعجب از یکی از دوستان بزرگوار شنیدم که ایشون میگفتن که اصلا چه در رابطه با جنگ ها، که تنها کسی هم که نوشته هرودوت درباره جنگ های ایران و یونان، میگفتن چه علت، چه دلیلی داشته که هرودوت تمام کتابشو The History رو فقط در مورد جنگ ایران و یونان بنویسه. این برای من کمی تعجب برانگیز بود، برای اینکه هرودوت از زمانی که متولد یافت ایران، یعنی هخامنشیان در جنگ بودن با یونان، تا زمانی که فوت کرد، یعنی قبل از چندی بعد از صلح‌نامه کالیاس فوت کرد. خب طبیعی است، شما چه انتظاری دارید کسی که تمام زندگیش در صحنه یا در بین این جنگ های هخامنشیان و یونان بوده، خب طبیعتا درباره اون می نویسه یا درباره چی بنویسه؟ این است که خب این رو بنده خواستم ذکر کنم، چون یه مقداری در ارتباط با نوشته های هرودوت که اصطلاح درباره جنگ های ایران و حالا ایران هخامنشی منظورمه و یونان نوشته، خب جهاتی آمده و جوری نوشته که خب به نفع فرض کنید شخصی مثل داریوش یا خشایارشا نیست، و این نباید ما رو به اصطلاح یه مقداری بایست یا به قولی مورد تردید قرار بده کل کار هرودوت رو. حالا اون مسائلی جداست، من اینجا اشاره کردم فقط برای که این صلح‌نامه کالیاس رو اگر در جایی شنیدید، این فرد همین هست که این محاوره پروتاگوراس در خونش انجام میشه. سقراط در اونجا رو میکنه به پروتاگوراس که تو میگی که یک سوفسطایی به خوبی میتونه با تدریس فضیلت اجتماعی به شاگردان خودش از آنها شهروندهای بسیار خوبی بسازه. این ادعایی است که پدر سوفسطاییان میکنه، که ما میتونیم فضیلت، تقوا، نیکی، خوی نیکی، نیکی کرداری رو با تدریس به آنها، که فقط هم موقعی که صحبت از تدریس میکردن در حقیقت تدریس فن سخنوری و بلاغت و نطاقی باشه، که شما چجوری میتونید در یک
حالا میشه در کار سیاسی یا در کار وکالت و در محکمه بتونید از خودتون دفاع بکنید. آنها در حقیقت به دنبال فضیلت به معنی سقراطی نبودند. آنها بیشتر فضیلت رو به برندگی تقلیل میدادند. و امروز هم سوفسطائیان جوامع روی کره زمین همین هدف رو دارن. و ولی خب انقدر در امر صحبت و نطق و بیان و اصطلاح تم تراقی گفتار خیلی ترفندشون خیلی بعضی موقع بسیار نافذه و از این جهت خب سوفسطائی بسیار حتی به غیر از گفته های افلاطون در بعد از به اصطلاح زمان افلاطون اینها دیگه معروف شدن به آن چیزی که ما به در فارسی بهش میگیم سفسطه‌گر و در انگلیسی دیگه سوفیستری. سوفسطائیان رو میگن سوفیست و سفسطه‌گران رو که سوفسطائیان نسل دوم و سوم بودن رو اینا دیگه وارد سفسطه شدن دیگه و هدفشون هم فقط از بین بردن طرف مقابل در یک به اصطلاح محکمه یا یک جامعه بود. در اینجا سقراط تمام کل تفکر سوفسطائی رو سقراط افلاطون به زیر سوال میبره و اینجا به پروتاگوراس میگه که تو چجوری میگی که میتونی فضیلت رو بفروشی؟ مگر فضیلت رو میشه با 10-20-30 جلسه شرکت در کلاس تو یک انسانی مثلا که با همه عیوب و شاید طینت بعد یک مرتبه بیاد و فضیلت مند بشود؟ اون رو بله میتونم. اینجا مسئله سر یک چیزه که اون فضیلت سوفسطائی با فضیلت سقراطی کاملا فرق میکرد. این مهمه. در اینجا پروتاگوراس، حالا ببینید جواب چیه. امروز هم میبینید یک مرتبه جواب میدن با توسل به یک مثالی که شاید هم ظاهرن خب خوب از آب در بیاد اما در باطنش هیچ ربطی به اون موضوع مورد بحث نداره. پروتاگوراس در جواب سقراط میگه که در این محاوره بذار من یک چیز رو به تو بگم سقراط، مثالی میزنم. فرض کنیم در یک شهر امور شهروندان یک شهر، اون شهر به زدن فلوت هست. یعنی اگر فردی از اهالی این شهر که این مثال میزنه و اون مثالش هم اینه که فرض کنیم امور زندگی این شهروندان این شهر با فن زدن فلوت میچرخه. خب فرض دیگه. حالا میگه اگر چنین باشه آیا که در خب طبیعی است که همه باید سعی بکنن فلوت یاد بگیرن و والدین یک جوان باید فن فلوت زدن رو به
پسر خودش دختر خودش یاد بده. اینا حالا کش قوس میگه، من دارم خلاصه میکنم. و باید یاد بدن. حالا میگه اگر پدر و مادر نتونستن فلوت یاد بچه هاشون بدن، کی باید یاد آنها بده؟ پس باید افرادی باشن که فلوت رو یاد بدن به بچه های اینها. و این کار من مثل یاد دادن فلوت هست برای به شهروندانی که امور زندگیشون با نواختن فلوت میگذره. سقراط در اینجا جواب میده. بسیاری ممکن است این گفتار تو رو موجه بدونن، مثال خوبی بشه براشون، ولی من مطمئنم که تو با این روش و با این مثال داری مخاطبان خودت رو گول میزنی. تو چیزی جز گول زدن و تبحر در گول زدن اما با ظاهری فریبنده در تو نیست. اینجا ادامه پیدا میکنه تا آخر، بالاخره سقراط کم و بیش به جایی میرسه که پروتاگوراس به قول معروف به پته پته میفته و با نفی نقض گفتار خودش به قول معروف به تله میفته. اما این صحبت یک موقعی که میخونید در نتیجه اون صحبتی که بنده دارم این است که چون این پروتاگوراس و سقراط خب قرن پنجم قبل از میلاد هستن و شما شاید فکر کنید که خب اینا صحبتی افلاطون نوشته و مکالمه هم هست، سو وات، خب بعدش چی؟ چه فایده داره؟ حقم دارید این سوال میکنید. جواب این است که این سوفسطائیان نسل به نسل آمدند و تا امروز هم بین ما هستند. یک سوفسطائی با حرافی و لفظ فریبنده با یه جمله از این، فرض کنید فیلسوف، یه جمله از این دانشمند، یه جمله از آن دانشمند، یه جمله از آسمان، یه جمله از زمین به هم می‌بافد با نطاقی و سخن فریبنده و به قول معروف گیرا. اینا در فن سخنوری استادند و مخاطب رو به جای اینکه به یک معنی گفتار خودش بکشونه و به اصطلاح که اینها بفهمن که آیا فرد سوفسطائی درست میگی یا نه، تقریبا یک شیفتگی، میشه گفت یک خلسگی، احساس خلسگی در مقابل سوفسطائی دارند. همینطور که این جوان همراه سقراط، همون هیپوکراتس یا بقراط، در آخر کار
دودل بود که آیا سقراط درست میگه یا پروتاگوراس. یعنی پروتاگوراس همین مثال الان خدمتون عرض کردم. خب فرض کنید یک جامعه ای رو یک مرتبه مثال میزنه که همه بشینن فقط فلوت بزنن. خب این مثال به قول ارسطو یک فالسی یا یک مغلطه است. شما موقعی که مثالتون هیچ ربط عملی به اون موضوع نداشته باشه، با آوردن اون هدفی جز به اصطلاح همونطور که سقراط میگه گول زدن و فاسد کردن فکر مخاطبان نداره. و مسئله هست در بین ما ایرانی ها که ما از بچگی در دبستان هم دبستان این رو در کلاس های ابتدایی مثالی می آوردن و اون هم جایی بود که یک نفر می رفت و می نوشت مار و یکی دیگه می مد عکس مار می کشید و از همه نگاه می پرسیدن که این کدومش نوشتن مار هست. همه اکثرا به اون که فقط شکل ما رو میکشید اصطلاح میگفتن بله اون درسته. این در حقیقت یک صحبت یک مثال سوفسطاییه، با اینکه خیلی ساده است و در ابتدای کلاس های ابتدایی میگفتن، ولی در واقع پیش زمینه فکریش برمیگرده به همین سوفسطایی. خب این جناب پروتاگوراس. و اما فرد دیگری هست به نام گورگیاس. گورگیاس که بسیارم این به قول معروف بعد از پروتاگوراس آمد و دیگه یک مقداری شروع کرد به افراط کاری در این تفکر سوفسطایی. اون 108 سالم عمر کرد، اینطوری که در کتاب ها آمده، و مهمترین کتابی هم که اکثرا ازش نقل میشه این کتاب مال دیوژنس لائرتیوس هست، دیوژن لائرتی، که این شرح و احوال فیلسوفان هست از قرن ششم قبل از میلاد تا قرن دوم سوم میلاد، یعنی به سیسرو عرض کنم پلوتارکو اینا هم میرسه. این بعضی از این صحبت بنده به اصطلاح در چند جا آمده که تأیید در حقیقت تأییدیست بر گفته افلاطون، یعنی اون شخصیتیه که افلاطون از سقراط ارائه میده. اما محاوره دیگری دارد به نام گورگیاس. افلاطون این محاوره دیگری است در مورد سوفسطایی. جناب گورگیاس هم تو که گفتم پرعمرترین کهنسالترین متفکر، حالا بگیم یونانی بود که در میان تمام فیلسوفان بنده نمی‌شناسم کسی رو بیشتر از 108 سال عمر کرده باشه. ایشون 483 قبل از میلاد متولد شد و تا 375 که قبل از میلاد که میشه 108 سال عمر کرد. یک تفاوت عمده بین پروتاگوراس و گورگیاس بود که خب پروتاگوراس به عنوان بنیادگذار
بنیانگذار تفکر سوفسطائی خب نمیخواست یک مرتبه تمام چیزهای بافته شده تمام فیلسوفان پیثاغوراتی رو یک مرتبه پنبه کنه. و خب چون میگفت ملاک مقیاس انسان است و خب هر انسانی هم بنا به درک خودش حقیقت رو میتونه پیدا بکنه، یعنی همه چیز نسبی است، پس بنابراین همه چی میتونه وجود داشته باشه. به تعداد انسانهایی که هست وجود داره بر روی زمین، بنا به گفته پروتاگوراس همون تعداد تصویر یا دریافت از واقعیت هست. پس بنابراین میتونه واقعیات باشه، اگرچه با تکثیر، با تعداد زیاد، به تعداد جمعیت اون موقع جهان. جناب گورگیاس که آمد گفت نه، این حرف به اصطلاح سوفسطائی ارشد من درست نیست، چیزی وجود ندارد. سه حرف زد، هیچ چیز وجود ندارد، nothing exists، هیچ چیزی وجود ندارد. دوم، اگر چیزی هم وجود داشته باشد، شناخت آن غیر قابل فهم است برای انسان. این دوتا. اگر چیزی هم قابل فهم باشه برای انسان، یک فرد نمیتواند آن را بیان کند. پس بنابراین هیچ چیزی نیست. این خیلی مهمه. این سه اصل رو میگن سه اصل گورگیاس. یک، هیچ چیز وجود ندارد. یه عقب نشینی میکنه، میگه اگر چیزی هم وجود داشته باشد، شناخت آن برای یک فرد قابل فهم نیست. بازی عقب نشینی دیگر، میگه اگر چیزی هم باشد که قابل فهمه برای انسان، قابل فهم باشد، یک فرد نمیتواند آن را بیان کند. قسمت سوم حرف گورگیاس بسیار شباهت داره با صحبت جناب ویکتنشتاین، فیلسوف آلمانی قرن بیستم. ویکتنشتاین، محض اطلاعتون، من نمیخوام حالا امرت به 24 قرن بپرم جلو، ویکتنشتاین شاگرد برتران راسل و در به اصطلاح ویکتنشتاین رو یکی از همطور که نیچه در قرن 19 هم یکی از به اصطلاح مؤثرترین و معروفترین فیلسوفان قرن بیستم میشناسند. در 1889 به دنیا آمد و در 1951 درست بعد از جنگ جهانی دوم فوت کرد. کار اصلیش خب منطق ریاضی بود، اما میخواست یک منطق ریاضی، یک قضیه ریاضی رو با درک انسان وصل کنه.
و یک ریاضیدان اینجا دیگه نبود، یک لاجیشن بود، یک منطق کار بود، حالا منطق آموز بود. و بتران راسل اونو یک دانشجوی بسیار بسیار نخبه و بسیار با فکر عمیق معرفی میکنه. خیلی جالبه که ما اینو به این علت بنده عرض کردم که صحبت یک سوفسطایی قرن به اصطلاح پنجم قبل از میلاد میاد در 24 قرن بعد، البته نه با اون شکل خامی که گوگیاس میگفت، بلکه با یک خوب منطق محکم ریاضی به وسیله ویکتنشتاین به اصطلاح مطرح شد. این رو فقط از نظر این که عرض کنم خدمتتون که صحبت های سوفسطاییان به اصطلاح در بعضی میان بعضی تفکرات فلسفی بعد از خودشون وارد شد و من فکر میکنم اینها مؤثرترین، یعنی تأثیرگذارترین میشه گفت، تأثیرگذارترین متفکرین بعد از خودشون بودن، یعنی خیلی تاثیرگذار بودن. امروز هم عرض کردم همین در همین شهر لس آنجلس ما هم سوفسطاییانی، چند تای سوفسطاییانی هستن که خب به اصطلاح محفل بسیار پر رونقی هم دارن، بینندگان پر رونقی هم دارن و خب به اصطلاح جذبم میکنن. البته خب علم سخنوری و نطاقی امروزه به اصطلاح در علم سیاست و علم وکالت یک حربه ایست، یا یک میشه گفت یا یک وسیله ایست برای به جا انداختن حرف. و بسیاری از سیاستمداران آمریکا و اروپا، حالا در روسیه و کشورهای آسیایی، چون زیاد بهش اطمینان، یعنی اهمیتی نمیدن، در اروپا و آمریکا فرض کنید برای انتخابات کاندیدای انتخاباتی رئیس جمهوری، ریاست جمهوری یا نخست وزیری، اینها به اصطلاح تعلیم میگیرن از کوچ یا اون مربی گفتار انتخاباتیشون، و اینا رو تربیت میکنن در محوطشون هست که چی بگن چی نگن، کجا یه حرفو بزنن کجا نزنن، تمرین میکنن. این هست که خب به طب این تأثیر سوفسطاییان به اصطلاح جا افتاده در بعد از خودشون. و شما اگر بخواید با منطق افلاطونی به این قضیه نگاه کنید، که خب اکثر فیلسوفان به اون طریق نگاه میکنند، به اصطلاح سوفسطاییان رو افرادی میدونن که فقط برای کسب معاش و درآمد این هنر بلاغت و سخنوری رو به کار میبرن. و عرض کردم و بازم میگم که به اصطلاح اینا فیلسوف نیستند، اینا آمدن یک روش به اصطلاح پیروز شدن در امر سیاست و امر وکالت رو جا انداختن که تا امروز هم هست. حالا در محاوره مکالمه گورگیاس، گورگیاس افلاطون، یعنی اون
مکالمه ای که افلاطون داره، کتابی به نام گورگیاس. در اینجا باز سقراط صبح زود یک نفر دیگه از خواب بیدارش میکنه به نام شافرون، که ببخشید شارفون SHARPHRON، که از مشتاقان و پیروان بسیار بسیار محکم سقراط بوده و میگه بلند شو که خبردار شدم گورگیاس آمده و در شهر است و من میخواهم تو مرا به نزد او ببری. سقراط باز از حیله سوفسطائیان برای شرفون میگه و که این گورگیاس بسیار بسیار، من شنیدم، بسیار گفتارش سحر و جادو میکنه و حواست باشه تو که میخوای بری هدفت چی هست از این دیدار با این. میگه من میخوام دانا بشم، دانایی یاد بگیرم از گورگیاس. و در این محاوره چیزی که به اصطلاح روش تأکید میشه، همونطوری که فضیلت در، البته اینجا هم فضیلت هست ولی در کتاب پروتاگوراس افلاطون اونجا فضیلت تم اصلیه، در اینجا تم اصلی چیزی هست که به انگلیسی بهش میگن رتوریک، یعنی علم بیان، سخنوری. در اینجا سقراط در مقابل گورگیاس میخواد میپردازه به این که آیا این علم سخنوری، رتوریک، یک دانش سودمند است یا خیر. اونجا فضیلت اهمیت اول رو داشت، اینجا سخنوری و بلاغت کتاب در اسم رتوریک. بعد از گورگیاس، یعنی گورگیاس پایه‌گذار تأمین تفکر نسبی‌گرایی سوفسطائی به همه چیز بود، حتی سیاست، پروتاگوراس بیشتر در تعلیم و تربیت اجتماعی صحبت میکرد، مخاطب سقراط بود. گورگیاس اینجا دیگه داشت تبلیغ این میکرد که این پیروان ما، این دانش آموخته های مکتب ما باید وارد سیاست بشه. و تبلیغ از این به این تبلیغ میکرد که معیار مطلوبی برعکس چیزی که سقراط میگه نداره. خوبی، بدی، نیکویی، بدکاری، شرم، خیر، اینا امور مطلق نیستند. اصلا خیلی هاشون بی‌معنی هستن اصلا. این محاوره در منزل فردی است به نام کالیکلس. کالیکلس از اشراف زادگان یونان باستان، آتن زمان سقراط بود و در اولم به اصطلاح به درس ها و اطراف محفل سقراط می آمد و به اصطلاح
معروفیتی هم داشت. این کالیکلاس رو فیلسوفان امروز بیشتر به عنوان یک پولیتیکال فیلسوفر، یعنی فیلسوف سیاسی، یا کسی که فلسفه سیاست رو میدونه میشناسن. بعضی هم بر مبنای بعضی به اصطلاح شواهد جنبی میگن که این کالیکلاس شخصیت حقیقی نیست، بلکه شخصیتی است که افلاطون این رو ساخته. ولی چیزی که جالبه خدمتون عرض کنم این است که این جناب کالیکلس یکی از آنهایی بود که به اصطلاح خیلی خیلی قرا، از این موقع هم همراه با حمله، نه حمله فیزیکی بلکه هم با اصطلاح دشنام و تحقیر افرادی صحبت خودش رو می کرد. بسیارم بیانش جذاب و نافذ بود. از این جهت و چیز دیگه قبل از که در این مورد بگم، صحبت معروفی هم که ازش دربارش گفته میشه این سوفسطایی نسل حالا دوم سوم دوم در حقیقت، چون همزمان بود با گورگیاس، این بود که میگفت به اصطلاح حکومت قدرتمندان بر ضعیفان کاملا طبیعی است. این یک طبیعت هست، این یک امر طبیعی است که یک عده برتر باشن و یک عده دونتر، ولی این رو با یک جذابیتی صحبت میکرد و بسیاری این جناب کالیکلس رو به فردریک ویلهلم نیچه مقایسه میکنن. چرا؟ کتابی داره نیچه به نام تباشناسی اخلاق که جناب داریوش آشوری ترجمه کردن این کتاب رو و برای آلمانی که در آلمان هستن آلمانی میدونن، عنوان انگلیسیش هم هست زور گینیکولوژی در مورال، زور گینیکولوژی در مورال هست، تباشناسی اخلاق ترجمه شده به وسیله آقای داریوش آشوری. این کتاب نمیدونم میتونید ببینید یا نه، درش نیچه تفسیری داره از اخلاق سروران، مستر مورالیتی و اخلاق بندگان، سلیف مورالیتی. بعضی گفته ها در این کتاب یک جهاتی شباهتی به این صحبت های جناب کالیکلس داره که این محاوره افلاطون، محاوره گورگیاس افلاطون در منزل اون انجام میشه. در این محاوره اه
حالا من یه خود حواشی برم اینجا. سقراط ازش سوال میکنه، به اصطلاح از داشته سقراط ازش سوال میکنه از این کالیکلس که این انسان برتر، در ضمن به واژه اوبرمنشن یا ابر انسان که به طور نادرست ابر مرد در به وسیله نیچه به فارسی ترجمه شده که در حقیقت ترجمه اصلی آلمانیش ابر انسان هست، منشن هست، و که میگن شباهتی داره به همین انسان برتر یا اون انسان والا یا اونهایی که کالیکلس به گفته افلاطون و باز صحبتهایی که در همین کتاب دیوجنس لائرتیوس که در شرح احوال یونانیان متفکر نوشته، این در پاسخ سقراط که میگه اون فرد برتر یا سوپریوری که تو میگی حق حکومت دارن و طبیعتا آنها باید آقای اجتماع باشن، اینها کی هستند؟ در اینجا البته این قسمتی از جنبی این دیالوگ گورگیاس و سقراط هست. من میخوام به این اول، چون این محاوره مکالمه در خانه کالیکلس هست، این کالیکلس شخصیت بسیار هیجان برانگیز و به اصطلاح معروفیه در یونان باستان، حالا چه میخواد ساختگی افلاطون باشه چه نباشه، ولی اکثرا این نظر که اون ساختگی بوده رو رد میکنن. میگه که اینها دارای سه خصیصه است. اول اینها اینتلیجنتن، یعنی باهوشن. دوم آگاه هستن به مسائل سیاسی در شهرشون، در کشورشون. سوم دارای شهامت هستن و آنها لازم به داشتن فضیلت نیست. باهوش باش، آگاه به مسائل سیاسی شهر یا کشورت باش، شهامت هم داشته باش، برو جلو. امروز زیاد میبینید لازم به داشتن فضیلت نیست. ما در کشور خودمون دوستان آمدن سر کار دیگه، حالا بالاخره با ترفندی که میدونن، حالا میشه گفت اینها حالا اینتلیجنت من نمیدونم، ولی حداقل آگاه به مسائل سیاسی مملکت ما هستند، شهامت هم دارن، میان وسط و هر کی رو از من ببرن هر کاری میخوان بکنن. این گفتار کالیکلس در حقیقت میاد اون میشه گفت پاشنه آشیل سوفسطائیان هست، از این جهت بنده ذکر کردم. میگه احتیاج به فضیلت و نیکویی نیست برای فردی که میخواد به رهبری سیاسی اجتماعی جامعه خودش قرار بگیره، فقط باهوش باشه. حالا باهوشی هم اینجا دیگه خب جای حرف داره، زرنگ به قول معروف ما ایرانی ها بهش میگیم زرنگ باشه، حالا اون میگه باهوش، آگاه به مسائل سیاسی باشه و جسارت داشته باشه و احتیاج به فضیلت نداره. این گفته این هست. سوفسطایی دیگری هم هست که در اینجا کنم اگه بتونم، بله هست، به نام کریتیاس.
اینا من با این چند نفر مهم سوپرستاری رو ما فکر میکنم مهمی که ما معرفی کنیم به نام کریتیاس. افلاطون کتابی داره به نام تیموس ان کریتیاس که ما در موقع درباره تیموس صحبت خواهیم کرد، چون تیموس کتاب کیهان شناسی افلاطونه که بسیار بسیار مهمه و فکر میکنم اولین کتابی که در ایران ترجمه شد از افلاطون تیموس بود، بعد به جمهوری افلاطون رو بعد از تیموس ترجمه کردن. تیموس کیهان شناسی و جهان شناسی یا هستی شناسی افلاطونه. ولی در اینجا افلاطون، یعنی در این کتاب تیموس ان کریتیاس، این کریتیاس در ضمن پسردایی خود افلاطون هم بوده و از به اصطلاح خانواده های اشرافیت آتن بود و اون دیگه خیلی خیلی دیگه به اصطلاح زد به سیم آخر سوفسطایی بود که در اون دورانی که به اصطلاح در این صحبتی که ما داریم میکنیم در دوران سقراط، آن چیزی که هست در دوران دموکراسی آتن بود و این خیلی خیلی موضوع حساسی است و که چطور این سوفسطاییان آمدند و به اصطلاح در یک مرحله 3 ساله دموکراسی رو که اشرافیت آتن باش مخالف بود و رهبریش هم بسیار رهبری جمعی بود و مثلا فرض کنید محکمه تشکیل دادن، هیئت منصفه آوردن در دادگاه به جایی که یک نفر حکم بده و خب اینا بود، اما سوفسطاییان هم داشتن میدان گیری میکردن در حقیقت. این خیلی جالبه، در این دموکراسی آتن بود که سقراط رو به محکمه بردن و با نوشیدن جام شوکران به زندگیش پایان داده شد. این دموکراسی اونم در این دوران 3 سال این افرادی به رهبری همین کریتیاس به سردایی افلاطون رهبری چیزی که بهش میگن 30 جبار 30 تایرنتس، اینها اومدن و جباران حکومت آتن رو در دست گرفتن به رهبری کریتیاس که سوفسطاییه و اینها در حقیقت کشت و کشتار هم انجام دادن تا اینکه بالاخره بعد از 3 سال برکنار شدن به خاطر کشت شدن یا ترور شدن کریتیاس و دیگه بعدن باز دموکراسی ادامه یافت. اما این بحث سقراط و همراه با سوفسطایی که بحث ما امروز هست رو ادامه داشت، چون سقراط در سال 399 قبل از میلاد از بین رفت و اینها در حدود 400 و 405
سی جبار رفتن تا اونجا که من در الان حضور ذهن دارم. البته کتاب دیگری هم هست از گزنفون زینوفن که درباره این فعالیت و سیاست کریتیاس می‌نویسه. بسیار جالبه، می‌دونید ما خب صحبت فلسفه می‌کنیم، مثلا فلسفه افلاطون، خب افلاطون 30 تا کتابه، این کتابا رو فرض کنید کسی در دوره فلسفه دانشگاه نخونه و مورد نقد قرار بده، در کلاس های فلسفه فرض کنید مورد نقد قرار میگیرن، یه عده ممکن طرفدار کریتیاس باشن، یه عده مخالف، اینها به این طریق فلسفه آموزش داده میشه. اینجا هست که اینجا ما هدفمون معرفی فلسفه یونان هست، نمیتونیم به صورت به اصطلاح همین ممکنه خسته کننده هم باشه، ولی باید بالاخره گفت که چنین شخصیت هایی بودن و حتی اینها همانهایی بودند که اصطلاح در جنگ پلوپونز، چون جنگ صلح بعد از صلح کالیاس که بین هخامنشیان و یونان امضا شد، حدود 20 سال یونان دارای به اصطلاح جامعه صلح برقرار بود در یونان، و در این دوران که دوران دموکراسی آتن بود و رهبری این دوران هم به دست فردی بود از فرماندهان اشراف به نام پریکلس، که این پریکلس بسیار بسیار معروفه و همین پریکلس در این دوران حدود 20 ساله که در قدرت بود، اون معبد پارتنون رو آمد که در درون آکروپولس هست رو بنیاد ساخت، آکروپولس رو مرمت کرد، ساخت میشه گفت، و یکی از کارهایی هم که کرد به اصطلاح امر آوردن تئاتر نمایشنامه بود که خب در اروپا هنوز جدی گرفته میشه و به اصطلاح تئاترهای تاریخی خیلی خیلی مورد حمایت این جناب پریکلس بود. یکی از تئاترهایی که حالا من عذر میخوام اگر خیلی مطالب هست اینجا فقط من باید اشاراتی بکنم، میخوام ارتباط به ایران پیدا میکنه، من این رو خواستم اینجا اشاره بکنم که این پریکلس آمد و به اصطلاح اون منبع یا بودجه مالی و ساختمانی که باید درش انجام میشد رو بنا کرد و یک نمایشنامه معروف آشیل که از سه تراژدی نویس یونان باستان هست رو به نمایش درآوردن اینجا. البته در اون موقع آشیل دیگه نبود، ولی معروف، نمایشنامه معروفش یا کتاب معروفش The Parsian هست، The Persians، نوشته آشیل این کتاب هست که در اونجا در این 20 سال به اصطلاح روی صحنه می آمد. دلیلش هم این بود که خب آتن
پیروز شده بود در جنگ های 7 جنگ، به غیر از یک جنگ، در از 8 جنگ 7 جنگ آتن، یعنی دولت اتحادیه دالیان بهش میگن، اتحادیه‌ای که دولت شهرهای یونان و همدیگه پیوستند برای جنگ در مقابل هخامنشیان. اگر بتونید نگاه کنید این قسمت های زرد رنگ در دو طرف دریای اژه، آنهایی هستند که این دولت شهرهایی هستند که به هم پیوستند و اتحادیه دلیان رو آوردن برای مقابله با ارتش هخامنشیان. خب اینا پیروز شده بودن و خب نمایشنامه هم بسیار جالبه، اگر بخونید درش حتی یک شخصیت هست که به اصطلاح روح داریوش هست، خشایر شاه هست، آتوسا هست، عرض کنم هستند و اینها پیغام آور بین هخامنشیان و یونانیان. یه داستان در حقیقت، یک دیالوگ، البته همراه با تراژدی به وسیله آشی. و این نمایشنامه رو این به اصطلاح فرمانده یا حاکم به اصطلاح اون موقع آتن جناب پریکلس چندین هر روز اینا این نمایشنامه رو به تکرار انجام دادن برای روحیه مردم رو بعد از اون همه 50 سال جنگ رو به اصطلاح خورده اتکای به نفس به مردم بدن. و در این 20 سال خب آتن قدرت زیادی گرفت و از جمله کارهایی که همین پریکلس کرد، آمد و این به اصطلاح خزانه داری اتحادیه دلیان رو آورد در آتن. البته متاسفانه این دوران 20 ساله صلح بعدن وارد جنگ دیگری شد به نام جنگ پلوپونز، که این جنگ بین اتحادیه آتن بود، یعنی همین دلیان، اتحادیه دولت شهرهای آتن، و اتحادیه پلوپونز به رهبری اسپارت. اسپارت ها در اصطلاح جنوب آتن، یعنی این منطقه، اگر بتونیم نشون بدیم، در این منطقه پایین هستند. اون قسمت قرمز در اینجا اگر دیده بشه اون آتن هست و منطقه آتیک، که اون موقع آتن جزء این منطقه به اصطلاح استان آتیک و به مرکزیت شهر آتن، و در قسمت جنوب میاد به قسمت پلوپونزیا که در اونجا اتحادیه پلوپونز به رهبری اسپارت بود. اسپارت از نظر نظامی بسیار برتری داشت در جنگ های یونان با هخامنشیان. آتن و اسپارت متحد بودند در مقابل ایرانیان، در مقابل هخامنشیان، ولی بعد از خاتمه جنگ با هخامنشیان این اصطلاح اتحاد از هم پاشید و اصطلاح همین سوفسطائیان در این وسط آتشبیار معرکه بودند و در حقیقت پریکلس رو
تشویق به جنگ، وارد جنگ با اسپارت کردن در جنگ پلوپونس. و این جنگ از سال 431 قبل از میلاد تا 404 تقریبا طول کشید و یونان بسیار بسیار در آخر کار شکست بسیار مفتزهانه‌ای عقب نشینی کرد و دیگه تماما به اصطلاح آمدند و اون حکومت جباران رو در حقیقت بعد از این یا در انتهای جنگ پلوپونز بر آتن که ضعیف شده بود و از هم به اصطلاح پاشید رو آوردن سر کار. این جناب کریتیاس که الان صحبت میکردم، ایشون به وسیله همین سوفسطایی که به رهبری سی جبار حکومت دموکراسی رو برای سسار از بین بردن انداختند رو اسپارت بعد از پیروزی بر آتن آورد. امیدوارم تا حالا سرتون به تنگ نیامده باشه و به درد نیامده باشه. من فکر میکنم برای ادامه، اول فکر کردم ما وقت بنزی هست که من این محاوره گورگیاس افلاطون رو در اینجا بگم که یک کتاب 60-70 صفحه‌ای است که بنده اینجا در 4-5 صفحه خلاصه ای از اون رو که دیگه اونجا دیالوگ گورگیاس هست در مقابل سقراط و در خانه کالیکلس هست و اینها با هم دیگه شاخ تو شاخ میشن به قول معروف، و این البته فکر میکنم زمانی برای ما نمونده. درست میگم جنابانی؟ بله، ساعت 20 شده. بله، پس من اجازه بدید در همین جا بحث رو تموم بکنم، در جلسه بعد میپردازیم به ادامه بحثمون. این بحث سوفسطاییان عرض کردم، باز تأکید میکنم بسیار با اهمیت. چرا؟ چون تا امروز هم سوفسطاییان در بسیاری از نقاط جهان در سر کارن و به اصطلاح حالا میدون در هر رشته ای یک سوفسطایی همیشه ارجحیت داره در جامعه و خیلی مورد قبول بسیاری هم هست، هنوز نفوذ دارن، هنوز بلنگو دستشونه و میکروفون دستشون به اصطلاح. و این است که برای همین من لازم دیدم که یه مقداری بپردازیم به بعضی از این شخصیت‌های سوفسطایی که افلاطون در کتاب 4 کتاب خودش میاره در مورد سوفسطاییان، و گورگیاس یکی از معروف‌ترینش هست که انشالله در جلسه دیگر به آن خواهیم پرداخت. با امید دیدار.